بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند. از این لحظه این دیدار آغاز میشه. سید جلال حسینی برگشته به ترکیب تیم پرسپولیس، در قلب خط دفاع قرار گرفته. فرصت برای پرسپولیس در ضد حمله، ارسال بلند به این سمت، ضربه سری که زده میشه، یک اشتباه، توپ برخورد کرد به دست مدافع فولاد روح الله سیف اللهی و اعلام پنالتی میشه. در پنجمین دقیقه اشکان خورشیدی اعلام پنالتی میکنه. صحنه آیسته رو میتونیم شاهد باشیم. ضربه سری که زدند بازیکنان پرسپولیس، هیچ کس نبود دور و بر روح الله سیف اللهی و البته به صورت اتفاقی توپ اینه که توپ به دست سیف اللهی برخورد کرده. این هم نمای واضح. آیا علی پور پنالتی خواهد زد؟ قطعا جوابش منفی است. علی پور پنالتی نخواهد زد. کادر فنی پرسپولیس که روی نیمکت نشسته هنوز اجازه نداره. خورشیدی حالا سوت میزنه، حرکت میکنه ترابی و توی دروازه. گل برای پرسپولیس. خوشحالی افشین پیروانی و کادر فنی این تیم. به سمت تماشاگران پرسپولیسی هم میره مهدی ترابی و دروازه فولاد باز میشه. زننده گل بازیکن شماره 9 مهدی ترابی. علیپور هم میاد و تبریک میگه به او. 1-0 به سود پرسپولیس. خوشحالی تماشاگران پرسپولیسی، تقریبا میشه گفت که 3-4 هزار نفر پرسپولیسی در ورزشگاه هستن. این صحنه ای است که البته به تیر دروازه هم برخورد کرد ضربه مهدی ترابی. شماره 8 فولاد، پاس پشت محوطه جریمه، مرتد خوب برای سیف اللهی، یک لحظه تعلل. حالا آبشک شوت زن میزنه ضربش رو، اما با اختلاف کم و البته کم جون بود ضربه آبشک، از کنار دروازه هم به بیرون رفت. مسلط روی هوا توپ رو در اختیار میگیره. او هم مثل بیرام بند سریع تیمش رو در موقعیت ضد حمله قرار میده و مستقیما تو به بیرام بند رسید. یه لحظه برخوردی که بین بیرام بند و امیری، دو بازیکن لرستانی تیم پرسپولیس به وجود اومد. ارسال روی دروازه، روی نقطه پنالتی، با هم سید جلال ضربه سر رو زد. موقعیت برای پرسپولیس در موقعیتی مناسب، 3-2 هستند. حالا از راست اضافه میشه شیری، پاس خوب به سمت چپ برای امیری، تک به تک بین امیری، ضربه گل دوم. نه گل نشد و عکس العمل شعب گردان عالی بود روی این صحنه. تکنیک خوب، توپ رو میرسونه به حسن بیت‌سعید، وارد محوطه جریمه، پاس کوتاه توی محوطه، رو به بیرون آبشک میتونه شوت بزنه. حالا میزنه ضربش رو محمد آبشک، اما توپش رایی به چارچوب پیدا نمیکنه. پرسپولیس در ضد حمله چقدر خوب شده این دقایق پایانی. چه ضد حمله ای، باز هم 3-2 هستند. حالا علیپور میره وارد محوطه جریمه میشه، تکل هردانی و مهار شعب گردان. سمت راست حرکت خوبه بازیکن پرسپولیس، ارسال روی نقطه پنالتی، کولیبالی، یک لحظه تعلل. حالا این بار یک ضربه است، محمد انصاری با پای چپ باز میکنه بازی رو برای هردانی. ضربه هردانی روی زمین هم خورد در مقابل بیرانوند، اما نه زاویه آنچنانی داشت نه قدرت آنچنانی که بتونه دروازه پرسپولیس رو باز کنه. مهدی ترابی و وحید امیری هر دو به اون سمت رفتن. حالا ضربه کورنر رو میزنن، فرصت برای پرسپولیس. تو به دست محمد نادری برخورد کرده بود همین چهره. ترابی در مقابل داره ایوب والی رو، واسه خوب برای شیری، یک ضربه از مهدی شیری در زاویه بسته. شعب گردان باز هم در مقابل این توپ ایستادگی میکنه. دقیقه 90 مؤاخذه شده از سوی هواداران، هم از سوی کادر فنی و بقیه. حالا فرصت برای فولو، ضربه صابر اردانی، این بار سلامت دیدنی از علی برامند. 83 دقیقه
ارسال حیدری از همونجا، هیچکس حواسش به پریرا نیست، حالا توپ رو گرفته لوسیانو پریرا، میتونه بزنه ضربش رو بیزنه و از کنار دروازه توپ به بیرون میره. برخورد هم کرده مدافعان پرسپولیس، داور ضربه ایوب والی رو ضربه خطا میدونن، توپ رو به راحتی در اختیار پرسپولیسی ها قرار میدن. علی پور پشت محوطه جریمه، نوراللهی شوت زن، اما این بار ضربش کیفیت لازم رو نداره، ارسال روی دروازه، ضربه سر کولیبالی توی محوطه جریمه روی نقطه پنالتی، ادامه کار، حالا ضربه از بازیکنان فولاد اصلا بیفایده بود. برای محمد آبشک توپ رو میفرسته، دستش حرکت کرده، حالا ارسال روی دروازه، باز هم سید جلال حسینی، بیت سعید کنترل میکنه توی محوطه جریمه، اتفاقی نیفتاده و توپ رو بازیکنان پرسپولیس میگیرن. حالا در ضد حمله خیلی میتونه خطرناک باشه، وحید امیری توپ رو برداشته حرکت میکنه و این هم سوت پایان این دیدار، 1-0 بازی به سود پرسپولیس با تکل مهدی ترابی از روی نقطه پنالتی.